سلام، به 17 شماره از توپ تیوی ترانسفر خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 4 بهمن ماه در کنار هم آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردی. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگر از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و کامنتاتون ما رو همراهی کنید. خط قرمز فولاد روی نام وریا. وریا غفوری، مدافع راست فولاد خوزستان، 48 ساعت مونده به پایان مهلت نقل و انتقالات زمستانی فوتبال ایران از این تیم کنار گذاشته شد. این در شرایطیه که جواد نکونام چند روز پیش از اینکه نمیتونه بازیکنی به تیمش اضافه کنه گلایه کرده بود. وریا کاپیتان سابق استقلال که در این فصل با پیشنهاد جواد نکونام راهی اهواز شده بود، حالا بعد از نیم فصل در لیست عدم نیاز این باشگاه قرار گرفت. قلی‌زاده بمب نقل و انتقالات؟ آقای ستاره منتظر پیشنهاد سرخابی. علی قلی‌زاده، مهاجم تیم فوتبال شارلووای بلژیک، در واکنش به خبر جداییش از این تیم اظهار داشت: هنوز چیزی مشخص نیست، تا پایان فصل با شارلووا قرارداد دارم. اینکه دوباره به فوتبال ایران برمیگردم یا نه تا پایان هفته مشخص میشه. منتظرم ببینم چه اتفاقاتی رخ میده. اون در خصوص پیشنهاد از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ادامه داد: پیشنهاداتی از لیگ برتر ایران دارم، اما هنوز هیچ پیشنهاد رسمی و تماس مستقیمی از سوی باشگاه استقلال و پرسپولیس با من صورت نگرفته. طبیعتاً اگه پیشنهاد رسمی برسه، حتماً به اون فکر خواهم کرد و تصمیم میگیرم. دو ستاره لیگ برتر در راه پرسپولیس، خدابندلو و حسینی، سرخ پوش می شوند. شنیده ها حاکی از اونه که باشگاه پرسپولیس با محمد خدابندلو به توافق رسیده و فقط مذاکرات با باشگاه سیرجانی باقی مونده. بر این اساس قرار امیر هوشنگ سعادتی، ایجنت معروف فوتبال ایران که مدیر برنامه بازیکنانی همچون محمد خدابندلو و محمد رضا حسینی است، طی امروز یا فردا مذاکراتی را با مدیران پرسپولیس انجام بده. کپی استقلال از روی دست پرسپولیس. توافق آبی‌ها با یک مهاجم برزیلی. یکی از بازیکنان مورد تایید ساپینتو یک مهاجم برزیلی است که طرفین به مذاکرات خوبی دست پیدا کردند و اگه اتفاق خاصی رخ نده، این بازیکن لباس آبی پوشان تهرانی رو برتن خواهد کرد. از طرفی استقلال به دنبال جذب یک هافبک بازیساز آسیایی است تا احتمالاً پرونده نقل و انتقالات خود رو با جذب دو بازیکن ببند. مهاجم مازاد پرسپولیس به تراکتور پیوست. حامد پاکدل، مهاجم سابق پرسپولیس، با عقد قراردادی به مدت 1.5 سال به تراکتور پیوست. پاکدل در دو فصلی که در پرسپولیس حضور داشت، در 29 بازی به میدون رفت که حاصل اون به ثمر رسوندن 5 گل بود. این بازیکن از امروز به تمرینات تراکتور اضافه شد.